بنیاد جهانی آیت الله شیرازی در راستای تحولات و حوادث اخیر که در برخی از استانهای کشور عراق و در پی تظاهرات 25 اکتبر سال جاری اتفاق افتاده بیانیه صادر نمود در این بیانیه که نسخه ای از آن به دست شیعه رسیده بنیاد جهانی آیت الله شیرازی مردم و نهادهای حکومتی را به خویشتنداری و رفتارهای مسالمت‌آمیز فراخوانده و خاص سال محاکمه مسببینه به خاک و خون کشیده شدن افراد در خیابانها ها شده است این بیانیه ادامه داد ما از هر دو طرف خواهیم تا با کمال خیشتنداری و دوری از هر گونه خشونت علیه یکدیگر از انجام هر گونه رفتاری که می تواند منشأ شعله ور شدن فتنه و درگیری خطرناک در بین ملت عراق گردد خودداری کنند بنیاد جهانی اطلاعات از رضا شیرازی در ادامه افزود سرچشمه تمام مشکلات و سختی هایی که کشور عراق با آن دست و پنجه نرمی کند، وجود فساد فراگیر در سیستم اداری، راندخاری های گسترده در بدنه حکومت و تصدی امور مهم توسط افراد غیر زیسلاح می باشد که همه اینها نیاز به اصلاح دارد. این بنیاد حقوق بشری در پایان از تمامی طرف های سیاسی و اجتماعی و دینی و سازمان های شهری عراق خواسته تا شرایط لازم، برای گفتگوی ملی جدی برای ریشه یابی و حل مشکلات این کشور را فراهم نمایند و خود نیز مسئولیت هر گونه اصلاح و تغییر مثبت را در راستای ایجاد شرایطی مناسب برای زندگی محترمان شهروندان عراقی بر عهده گیرند تا بدین صورت این کشور آینده روشن و حکومتی قدرتمند را به خود ببیند